میگویند که هر آن دندان دهد نان دهد. این مالی اون قدیمی ها بود که آدم واقعا به جز غیر از نون و پنیر شاید به چیز زیادی احتیاج نداشت. یعنی بزرگترین احتیاجش تو زندگی همون نون و پنیری بود کس که دندان داده بود بایستی به ما نان هم میداد. ولی امروز روز با این خرج‌های متفاوت، بیمه‌های مختلف، عرض به حضورتون که مالیات‌های مختلف، خرج‌های اضافی، خلاصه 1001 خرج اضافه شده که غیر از نون و پنیر آیا اونی که به ما نون میده، دندون میده، این خرج‌ها رو هم میده؟ به نظر من نه والله. ولی اگه از جناب آقای ملشن جمهوری اسلامی بپرسید، ایشون همچنان معتقده که چی؟ همون ضرب المثل قدیمی، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. به همین خاطر یادتون باشه همین چند وقت پیشا بود، زیادم ازش نگذشته، گفت آقا بابت زوجی که ازدواج میکنن 4 تا بچه لازم و ما به زودی باید مملکتمون به 150 میلیون نفر برسه. 150 میلیون نفر. پشت سر ایشون یه آقای دیگه اومد گفت آقا هر دختر و پسری که ازدواج کنه حداقل باید 8 تا بچه بیارن تا به 150 نفر 2 میلیون برسه. نفر بعدی اومد گفت آقا اصلا حرفا چیه؟ زن و شوهرن جوونن، به جای نشستن به تلویزیون و ماهواره و سریال و اینجور چیزا نگاه کردن شبا مشغول، نفری 10-12 تا بچه بیارن چه اشکالی داره؟ و ما هر چه زودتر به این 150 میلیون نفر. جناب آقای رهبر باز هم خدای من، با این رهبری که شما دارین ما که نداریم، شما هم که میگم شما هم قبولش ندارین، فقط همون تعدادی که عقلشون مثل عقل آقای رهبره و قبولش دارن. خلاصه ایشون فرمود زیاد بودن جمعیت، زیاد بودن مردم دال بر اینه که ما قدرت ملیمون بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه ما به 150 میلیون نفر برسیم دیگه احتیاجی به این همه بمب و موشک و خمپاره و ترقه و اسلحه و اینا نه. آقا همینجوری هری جوونا رو میفرستیم جلوی توپ و تانک و خلاصه به کشتن میدیم و اولا که از دست این همه سر و صدا و غرغر که آی با جمهوری اسلامی خواهان ساختن بمب اتم، آی جمهوری اسلامی داره جر میزنه، آی جمهوری اسلامی عرض به حضورتون که یه جورهایی میخواد خودش رو تا خرخره مسلح کنه، از دست اینها رها پیدا میکنیم و ما میشیم قدرت بزرگ ملی. این بابا بدون اینکه فکر کنه بابا این 150 میلیون نفر حالا گیرم که هستن، همین الان که 70 80 میلیونیم و 50 میلیونش زیر خط فقره، خط فقر میدونیم به کجا رسیده؟ یعنی اینکه ماهی 1.5 میلیون باید درآمد داشته باشی، حداقل باید درآمد داشته باشی. حالا اینا که کارمند دولت هم 600 700 800 هزار دلار درآمد دارن، یعنی 400 500 هزار دلار چقدر تومن کمتر، یا نفراتی که 300 400 هزار تومن درآمد، یعنی 1 میلیون تومن کمتر. آخه اینها رو وقتی شما الان 70 80 میلیون هستیم نمیتونید که نان دهید با اینکه دندون خدا بهش داده، چجوری میخواین 150 میلیون نفر رو مدرسه میخواد؟ نه بابا، گور پدر مدرسه، مدرسه میخواد چیکار؟ دانشگاه میخواد؟ نه دیگه، دانشگاه که هر جا به قول آقای خمینی دانشگاه مرکز فساده. خدا رو شکر
راهش هم که پیدا کردن، اونایی که لازمه میرن با چند میلیون تومان یا دلاری که به اینور و اونور میدن دکترای مجانی میگیرن، دکترا رو میگیرن. و خمینی خودش گفته بود که آقا ما به این دکتر مهندس ها احتیاجی نداریم، ما 6 ماهه دکتر اسلامی تحویل جامعه میدیم. و این همون دکترایی هستن که جناب آقای خمینی قولش رو داده بود که 6 ماهه ما دکتر اسلامی میتونیم تحویل بدیم. حالا با این همه گرفتاری، با این همه بیپولی، حالا این یک 150 غذا میخواد، خوراک میخواد، میوه میخواد، بنزین میخواد، ماشین میخواد، اصلا که زندگی میخواد، لباس میخواد. همین 150 میلیون نفر من نمیدونم چقدرشو میخوایم ببریم به سپاه و بسیج و سربازی و اینا، همه لباس میخوان، اینها همه پول میخواد. با این وضعیتی هم که پیش اومده و نفتی که از دست دادین و نمیتونین بفروشین و نفت 150 دلاری رو فوقش با 50 دلار به این و اون، یعنی تا 20 دلار هم اومدین پایین، قاچاقی میفروشین، شما فکر میکنین که آیا 150 میلیون نفر رو سیر کنی؟ هرچند شما تو فکر این گروه پدر 150 میلیون نفر، همون 20-30 میلیون نفر که از شما راضی باشن، دور و برتون رو بگیرن و هر کی که سر صدا میکنه با چاق برن از سراغش و خفش کنن، کافیه که مملکت آروم و راحت و بی سر و صدا به کارش ادامه بده. و حالا رهبر میمونه نمیمونه، بالاخره همه که همیشگی نیستن، نفر بعدی یا نفرات بعدی. و همینطور که الان ما مجلس رو میبینیم اکثرا بالای 80 ساله هستن، در اونجاها اقامه خواهند کرد و آقای رهبر و رهبران بعد معلوم نیست، چون که میگن که هر چقدر سن آدم میره بالا مغزش یک کمی میخواد، همچین کوتاه‌تر میشه مغزش، فکرش و خودش عین بچه ها میشه. حالا خود دانید با این حرفای بچگانه و عقب افتاده و احمقانه آقای رهبر میخواد شما رو به 150 میلیون نفر برسونه. حاضرین شما 12 تا بچه، یعنی یه چیز در حد 6 سال 30 سال بعد هی بزاین هی حامله بشین، هی بزاین هی حامله بشین. خدایا ما رو از دست این رهبر و رهبران آینده اینچنینی رها کن. از قدیم گفتن حرف جواب ندید، اما حرف حساب رو از کی باید شنید؟ حرف حساب با رافی. جان و تنم نیست، از خاکم و هم من از جان و تنم نیست، انگار که این قوم غضب هم وطنم نیست. اینجا قلم و حرمت و قانون شکستند، با پرچم بیرنگ بر این خانه نشستند، پا از قدم مردم این شهر گرفتند، رأی و نفس و همه با قهر گرفتند، شعری که سرودیم به صد حیل ستاندند، با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند، با دست تبر سینه این دریدند، مرغان امید از سر هر شاخ پریدند، بردند از این خاک مصیبت زده نعمت، این خاک بوم سراسر غم و مهنت، از هیبت تاریخیش آوار به جامان، یک باغ پر از آفت و بیمار به جامان، از طایفه سم و سهراب و سیاوش هیهات که صد مرد عزادار به جامان، از مملکت فلسفه و شعر و شریعت، جهل و غضب و قفلت و انکار به جامان، دادیم شعار وطنی و نشنیدند، آواز هر آزاده که بردار به جامان، دیگر
حادثه بردن خمپاره و خون بود و شب و درد مداوم با لاله و یاس و سنم و سرو مقاوم آن دسته که ماندند از آن غافله ها برداشت از این معرکه بردند قناعم امروز تفنگ پدری را در خانه بر سینه فرزند گرفتند نشانه از خون جگر سرخ شد اینجا رخ مادر تب کرد زمین از سر غیرت که سراسر فرسود هوای وطن از بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر امروز نگاهی که به چشمان امانت غافل بر خانه‌ای جز بیشه ندارد غافل که تبر خانه‌ای جز بیشه ندارد از جخت است ولی ریشه ندارد که باغ از غم پاییز تکیده از خون جوانان وطن لاله دمیده صد گل به چمن قدم باد بهاران می روید و صد بوسه دهد بر لبان ققنوس به پا خیزد و با جان هزاره پر می کشد از این قفس خون و شراره با برف زمین ظلم و قساوت فرداش ببینند که سبز است دوباره از کوروش شاه شاهان تا شاه پهلوی سفری به درازای تاریخ پر از تاریخ پرشکوه ایران زمین الگویی برای فردا سرمشقی برای نسل جوان که ایران چگونه بود و چگونه میتواند بود نه چون این که هست وطنم این شکوه پا بر جا در انتهای دوران کشور روزهای دشوار زخمی سر بلند بحران ها به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن از کوروش شاه شاهان تا محمد رضا شاه پهلوی سفری به درازای تاریخ دو دوره از تاریخ پرشکوه ایران زمین الگویی برای فردای ایران عشقی برای نسل جوان که ایران چگونه بود و چگونه میتواند باشد نه چون این که هست در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود سر به تعظیمش فراتر بابل و آشور سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت و نصر را ساییده و برخاک کرد ما از اسلاف همان خونی از آن ریشه ای آفدار نام پاک باز تا همیشه ای 13 سالگرد شبکه جهانی کانال 1 ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم گر نروم نیستم با درود خدمت بینندگان خوب و عزیز و نازنین
در هر کجای جهان که هستید و از هر طریقی این برنامه رو ملاحظه می‌فهمید. حقیقتش رو بذارید عرض کنم خدمتتون که ما طوری برنامه‌ریزی کرده بودیم که در این روزها بپردازیم به بحث کوروش، ولی متاسفانه حجم برنامه‌ها باعث شد که کمی عقب مانده ایم و همونطور که ملاحظه کردید مثلا مربوط به فرای پهلوی شهبانوی ایران باید در روز زادروز ایشون پخش میشد که با چند روز تأخیر این اتفاق افتاد و الان هم عقبیم از برنامه. من فکر میکنم اینقدر حجم این برنامه ها سنگین بشود که کم کم 13 سال به 14 سال وصل بشه و گره. از طرف دیگه اون چه که من در این برنامه ها خدمت شما عرض میکنم یه چیزی حدود 10% واقعیته، به خاطر ضیق وقت و به خاطر شرایطی که ما داریم هنوز 90% هر موضوعی پنهان نگه داشته میشه. آرزو میکردم که این امکان رو میداشتم که یک واحدی در این تلویزیون درست بکنم و از تعدادی از همکارانم که در تاریخ دستی دارند مثل آقای تاریخ نویسی و دیگران بخواهم که گرد هم بیایند و برای نخستین بار یک تاریخ بی غرض و مرض برای نسل آینده به جا بگذارند. اما در همین حدی هم که ملاحظه می‌فرمایید خوشحالم که یک که انتظارشو میکشیدم، یعنی یک حالت شور و امیدی در دل خیلی ها به وجود آمده و به این که در طول 34 سال گذشته همواره سعی شده بود که سطح توقع مردم آرام آرام پایین بیاد تا به اینجایی که هست برسه، مردم متوجه بشوند که باید چه انتظاراتی داشته باشند، چون یه سند دستشونه، چون امروز دیگه متوجه شدند که این مثلا داستان انرژی هسته‌ای مربوط به 50 سال قبله و سایر زمینه‌ها هم همینطور. سطح توقعات مردم در طول این سالها خیلی کاهش پیدا کرده و این باید بالا بره، چون مردمی که انتظارشون کمه به کم رضایت بدهند اون وقت همینجور این کم هی کمتر و کمتر میشه تا به جایی میرسه که متاسفانه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. عرضم به حضورتون که امروز پرونده دیگری رو میخوام براتون باز بکنم، پرونده دیپلماسی شاه، پرونده روابط ایران و آمریکا که این روزها شما میبینید که چقدر بر سر زبان هاست. مقدمتا یه مطلبی رو خدمتون بگم. حتما شنیدید که خیلی ها میگویند رضا شاه رو انگلیس ها آوردن و انگلیس ها بردن. این جمله رو حتما خیلی هاتون شنیدید، در حالی که این یک دروغ بزرگ تاریخی است و انگلیس ها نقشی در روی کار آمدن رضا شاه نداشتند، بلکه شگفت زده شدند از این اتفاقی که افتاد و بعد هم تمام سعی و تلاش و کوشششون رو کردند برای سیاستمداران دولت انگلیس بسیار باهوشتر از اون چیزی هستند که شماها فکر میکنید. یعنی انگلیس در طول این سالها، حداقل در این 100 سال اخیر، تونسته در چند آمریکایی ها رو در رابطه با ایران گولشون بزنه و تونسته که در حقیقت از آمریکا برای نیل به اهدافش استفاده بکنه. چون همین الان شما نگاه بکنید، یه تلویزیون بی بی سی رو نگاه بکنید، یه تلویزیون صدای آمریکا رو نگاه بکنید، این بنده خدا صدای آمریکا مثل یک ارزم به حضورتون تلویزیون لس آنجلسی که البته احتیاج به فانرنزینگ و همیاری نداره، هر چند مدت یه عده میان و یه در بیرون میکنن، یه عده دیگه میان و یه عده دیگه میرن و اصلا معلوم نیست چجوریه، ولی بی بی سی خطی رو میگیره
از با همون خط آرام آرام میاد جلو و میدونه چی کار بکنه. این جمله رو همیشه که این بی بی سی 99 مورد رو راست میگه برای اینکه اون دروغ صدومی رو مردم باور بکنن. این رو یادتون باشه. منتها اهمیت اون 99% راستگویی به مراتب کمتر از اون یه مورد دروغ است. مثلا در تمام طول حکومت شاه راست میگه تا میرسه به 22 میرسه به انقلاب اسلامی، اونجا دروغ میگه. اونجا مردم به دلیل اون راستگویی های قبلی این دروغ ها رو هم میپذیرن. من از شما سوال میکنم، آیا رضا شاه نوکر انگلیس ها بود؟ رضا شاه رو انگلیس ها آوردن که رضا شاهی که میاد در همون اوائل کارش از ایران بیرون میکنه و از ارتش ایران به خصوص بیرون میکنه و از کارشناسان آلمانی برای عمران آماده میکنه که در دوم همین موضوع بهانه متفقین میشه برای اینکه بتونن بیان ایران رو اشغال بکنن، یا مثلا احمد شاه. من یه سند راجع به احمد شاه امروز میخوام بهتون ارائه بدم. شما ببینید احمد شاه نوکر انگلیس بوده یا رضا شاه؟ این یک سند تاریخی است، مربوط به بنده هم نیست. آقای رحیمزاده صفوی میگوید که دو تا سنده، این قسمت اولشو بشه. رحیمزاده صفوی میگه که من بعد از سرانجام احمدشاه در یکی از پلاژهای شهر بندری نیس در پیدا کردم، به دیدارش رفتم و چند ساعتی با او صحبت کردم. روزی که شرفیاب شده بودم تا مطلبی در مورد احساسات مردم ایران و انتظاراتشان مطرح کنم، احمدشاه مرا خواست و گلباران خیابانها و شادمانی اهالی نیس را نشان داده و گفت رحیمزاده دنیا را چگونه با شور و عشق و شادمانی می‌گذرانند. حالا تو میگویی من با این این منظره های زیبا را ول کنم و بروم ایران با لورها و کردها سرکله بزنم. این یک سند. اما سند دوم، سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس در ایران، یه سندی است مربوط به وزارت خارجه انگلستان، رسما هم منتشر شده. یک نامه ایشون وزیر مختار انگلیس به آقای وثوق الدوله نخست وزیر و احمد شاه می نویسه در 17 مرداد 1998، نهم آگست 1919، یعنی یک سال و چند ماه قبل از آمدن رضا شاه از طریق کودتای سوم اسفند. آقای وزیر مختار انگلیس می نویسد که عطف به قراردادی که امروز میان دولتین ایران و انگلیس امضا شد، نتیجه مکاتباتی را که با حکومت مطبوع خود درباره شخص اعلی حضرت سلطان احمد شاه انجام داده ام به استحضار برسانم. کابینه انگلستان چنین نظر داده است که جلب موافقت پارلمان بریتانیا با آن قسمت از درخواست اعلی حضرت که یک مقرری ثابت عمر به ایشان پرداخت شود عملا غیر ممکن است. یعنی شاه مملکت کابینه انگلیس نامه داده که آقا به من مستمری مادام العمر پرداخت کنید، حقوق بدید. اما در مقابل دولت مطبوع من حاضر است پرداخت مقرری حضرت را کماکان ادامه دهد. اعلی حضرت میگفته مادام العمر را بر سر کار نگه دارن. میگه ما این حقوق به احمد شاه میدیم به شرط اینی که آی وثوق الدوله تو رو نگه دارن. حالا وثوق الدوله که دوله همون بانی قرارداد 1919 است. صرف نظر از اطمینان هایی که تا به حال داده شده، اجازه می خواهم این شخصا اضافه کنم که اعلی حضرت می توانند امیدوار باشند که پس از آنکه وضع مالی ایران تحت قرارداد جدید 1919 سر و سامانی پیدا کرد، شخص مقام سلطنت و کارمندان درباره ایشان بالمعال از این افزایش درآمد داخلی سهمی شایان و قابل ملاحظه خواهند برد. آقا سند وزارت خارجه انگلیس، احمد شاه بگیر بوده، مستمری بگیر دولت
فخیمه ی انگلستان بوده. اون وقت رضا شاه میشه نوکر انگلیس. ببینید این دروغ چگونه عرضم به حضورتون در اثر تکرارش جنبه واقعیت پیدا میکنه. یعنی قدرت تبلیغاتی و استفاده از رسانه ها در جامعه غرب به قدری زیاده که میتوانند یک دروغ رو به صورت واقعیت جا بیاندازند. یک البته در طول برنامه بیشتر متوجه این خواهید شد. این ماجرای شما برید صفحه بی بی سی رو باز کنید. در صفحه بی بی سی خواهید دید که چندین مطلب در مورد کودتای 28 مرداد 1332 نوشته شده. این عنوان کودتا و عنوان CIA انقدر تکرار شده که همه این رو به عنوان یک اصل مسلم پذیرفتن، در حالی که آدمی که منسوب است به این کودتا به نام آقای روزولت، نوه اون روزولت معروف که میگن این رفت در ایران کودتا کرد، مستقیما در خاطرات خودش میگوید که آقا این کودتا، این اتفاق با نظر انگلیسا و با پیشنهاد انگلیسا و 2 سال بوده که انگلیسا دنبال این قضیه بودن. یکی از جاهایی که امریکا از انگلیس رو دست خورده همین نکته بوده که حالا در طول برنامه عرض میکنم. اما روابط ایران و آمریکا، چون پرونده امروز موضوعش آمریکاست، از مدت قبل از عرضم به حضورتون که یعنی از اواسط قرن 19 میلادی شروع میشه، اما روابط خیلی به قول معروف روابط آنچنانی نبوده، ابتدا در حد کاردار بوده و فلان این حرفا و زیاد به قول معروف جنبه چیزی نشه تا جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم بوده که این رابطه به یک شکلی و به یک صورتی در میاد و روابط سفیر از بعد از جنگ جهانی دوم در حقیقت شروع میشه. اما قبل از اون امریکا یک در ایران یک تشکیلاتی داشته، ایران هم در آمریکا یک تشکیلاتی داشته. اولین کسی هم که در آمریکا، اولین ایرانی که تابعیت میگیره از ایران از امریکا، همون آقای سیاح جهانگرد معروف ایرانی بوده و اولین آمریکایی هم جاستین پرکینز، اولین آمریکایی که در تاریخ پاشو گذاشته در داخل ایران و اولین کنسولگری امریکا هم در ایران در سال 1300 قمری، یعنی 100 و چند سال قبل شروع میشه و بعد در اکتبر 1888 حاج حسین قلی خان صدر السلطنه فرزند میرزا آقا خان نوری نماینده رسمی به امریکا میره که این همون حاجی واشنگتن معروفه. و اما در خلال این مدت که رضا شاه به قدرت میرسه، یک اتفاقی بین ایران و آمریکا میفته. اولین تنش در رابطه ایران و آمریکا مربوط میشه به 1314، یعنی 10 سال بعد از اینی که رضا شاه به قدرت رسیده. این رو میخوام بگم که این دوستانی که امروز میگن مرگ بر آمریکا، اینهایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی مخالف آمریکاست، که من در این برنامه ثابت خواهم کرد که آمریکا بیشتر و غرب بیشترین منافعش رو از ایران بعد از انقلاب برده. یعنی دوستانی که اطلاع دارند در سال 57 همه جهان غرب، 7 کشورهای صنعتی جمع شدند در گوادالوپ و تصمیم گرفتند شاه رو بردارن، این معزن لله نبوده، این به خاطر حقوق بشر نبوده، به خاطر ملت ایران نبوده، به این خاطر بوده است بعد از خروج شاه از ایران، آمریکا و جهان غرب بیشترین منافع رو داشتن در داخل ایران. من به شما اطمینان میدم روزی خواهد رسید که متوجه خواهید شد پروژه گروگانگیری در ایران، اشغال سفارت آمریکا در ایران، پروژه غرب بود در ایران رو ایجاد کردن برای منافعی که بعد از اون بردن، که در طول این برنامه شما متوجه خواهید شد. اما اولین تنشی که
بین آمریکا و ایران میفته در سال 1314 است که آقای قفار جلال علا جلال السلطنه وزیر مختار ایران بوده در واشنگتن. ایشون موقعی که داشته تو خیابونا رانندگی میکرده از مقررات رانندگی تخطی میکنه، سرعت غیر مجاز میره، یک پاسبان راهنمای رانندگی آمریکایی جلوش رو میگیره در مریلند، ایالت مریلند میگیره. ایشون خودش رو وزیر مختار آمریکا ایران معرفی میکنه، ولی چون زبان انگلیسی این وزیر مختار شبیه واجهش تلف کشیشه، پاسبان متوجه نمیشه و فکر میکنه که این کشیشه و بهش میگه آقا این حرفا نیست، تو شما باید جریمه بشه خلاصه. و همسر انگلیسی وزیر مختار بیرون میاد، عصبانی میشه، کیف دستیش محکم میکوبه تو سر پلیس امریکا. این آقای پلیس وزیر مختار ایران و همسرش رو جلب میکنه، میبره به ارزم به حضورتون کلانتری. در اونجا به محض اینکه هویت وزیر مختار معلوم میشه و اینجا وقتی میدونید پست پلیس کسی رو تو خیابون دستگیر میکنه مقاومت بکنه، دستبند میزنن. این آقای وزیر مختار رو هم دستبند زده بودن، میبرن اونجا. و ولی بعد تا با وزارت خارجه تماس میگیرن و معلوم میشه که این آقای وزیر مختار ایرانه، ازش عذرخواهی میکنن، دستبندش هم باز میکنن، آزادش میکنن. بلافاصله بعد از اینی که این خبر به گوش رضا شاه میرسه، رضا شاه واکنش نشون میده و بلافاصله نماینده آمریکا رو میخواد و بهش اعتراض میکنه و آمریکا جوابی البته میده، میگوید که دولت ما همیشه به مأموران خود سفارش میکند که مسئولیت سیاسی نباید موجب تخلف از قوانین و مقررات کشور محل مأموریت آنان گردد و به این وسیله روابط ایران و آمریکا مدت ها قطع میشه. اما تو این فاصله قطع روابط یک اتفاقی میفته، در حدود چند ماه بعد یک لایحه‌ای به مجلس برده میشه. میرزا علی اکبر خان داور بود، فامیل من هم بود، اما به نظر میرسه که این میرزا علی اکبر خان داور این لایحه رو به مجلس میبره که در این لایحه شرکت‌های نفتی دو تا قرارداد با ایران می‌بندند، در حالی که رابطه سیاسی بین ایران و امریکا قطعه، این دو تا قرارداد تو مجلس به تصویب می‌رسه. یکی برای استخراج نفت بخشی از شرق و شمال شرق و دیگری راجع به احداث لوله نفت به دو کشور امریکایی. این لایحه به اتفاق آرا به تصویب می‌رسه. سه روز بعد داور خودکشی می‌کنه، چون به محض اینکه این مطلب به گوش رضا شاه میرسه، رضا شاه براشفته میشه که آقا ما رابطمون قطعه. چگونه که در 1317 یعنی سه سال بعد از قطع روابط، عرضم به حضورتون که ضمنا بهتون بگم رضا شاه توسط وزیر دارایی بعدی که آقای بدر بوده، محمود بدر بوده، میاد این قراردادی رو که توی مجلس تصویب شده بوده لغوش میکنه و نمیذاره که این اتفاق بیفته. اما در اواخر سال 1317 نماینده ویژه روزولت به ایران میاد و از واقعه باز، یعنی آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا، یک هیئتی رو میفرسته ایران به دربار ایران پیش رضا شاه و ازش رسما عذرخواهی میکنه و در دی ماه 1317 مجددا رابطه ایران و آمریکا برقرار میشه. خب این مقدمه آغاز ارزم به حضورتون روابط سیاسی دو کشور. این در 1300 قرار میشه. سه سال بعد جنگ جهانی دوم اتفاق میفته. در جنگ جهانی دوم رضا شاه اعلام بیطرفی میکنه، متفقین این بیطرفی رو میخوان نقض بکنن. رضا شاه میاد متوسل میشه به آقای روزولت که آقای روزولت ما اعلام بیطرفی کردیم، به ما کمک کن که ما این متفقین به ما حمله نکنن. روزولت روسیه ی انگلیس ها این از کمک کردن به رضا شاه، و چون روابط هم تازه سرد بوده و به هر حال بعد از اون اتفاق چیز بوده، هیچ کمکی به ایران نمیکنه. متفقین وارد ایران میشن. اما متفقین وارد ایران میشن، شاه جوان ایران هم در سن 22 سالگی پادشاه ایرانه. اولین اقدام
اینجا من گفتم قصد دفاع از آمریکا رو ندارم، اما بذارید یک جمله بهتون بگم. برخلاف اونچه که میگویند، جز دو سه مورد که مهمترینش انقلاب اسلامی بود و انقلاب اسلامی در حقیقت بخشی از جناح حاکمه آمریکا خواست از شاه ایران انتقام بگیره. چرا؟ چون شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی تونسته بود از آمریکایی‌ها استفاده بکنه، نمیخوام حالا بگم سوء استفاده بکنه، تونسته بود برخلاف اون چه که میگویند روابط ایران و آمریکا، من در همین برنامه بهتون نشون میدم که بگونه ایران چه امریکایی ها رو عرضم به حضورتون ازشون استفاده کرده و از هر موقعیتی برای این استفاده. اولین استفاده که اتفاق جنگ جهانی دومه، ارتش متفقین آمدن تو ایران، در آذربایجان یک حکومت ملی اعلام شده، در مهاباد یک حکومت ملی اعلام شده، روسا و انگلیس هم تو ایران قوا دارن، یعنی در متفقین سه تا کشور بودن، سه تا کشور اصلی امریکا، روس، انگلیس. امریکا یا نیرو نیاوردن ایران، بلکه روسا اومدن شمال رو گرفتن، انگلیس هم اومدن جنوب رو گرفتن. شاه جوان هم حریف نمیشه، میاد اولین استفاده‌ای که جامعه ایرانی از شاه ایران، جامعه ایران از امریکایی ها میبره، میاد اینجا یک موازنه اینجوری ایجاد میکنه، متوسل میشه به روزولت و روزولت اخطار میده به روسا و به انگلیسا که آقا طبق قرارمون باید ایران رو تخلیه بکنید. در اون موقع آمریکا تنها کشوری بوده که بمب اتم داشته و روسا به این وسیله خیلی ازش میترسیدن. در حقیقت اولین خدمت جامعه آمریکایی به ملت ایران توسط محمد رضا شاه اتفاق که بر اساس سیاست موازنه منفی میان و از قدرت امریکا استفاده میکنه برای بیرون کردن روسا و انگلیسا. این یه پوان به نفع امریکایی ها. اما حالا متفقین دارن میرن، مملکت نابوده، پولی وجود نداره، ارزی از بین رفته، ارتش از بین رفته، احتیاج به بازسازی هست. در اینجا ایالات متحده در طول این جنگی که دیگه حالا تو ایران نیست ولی ادامه داره، 45 میلیون دلار محمد رضا شاه پهلوی از آمریکایی ها در چارچوب قانون وام و اجاره، در چارچوب قانون وام و اجاره به ایران پرداخت میکنن. یعنی پس آمریکایی‌ها در قدم اول میشن روسا و انگلیس‌ها ایران رو تخلیه بکنن، در قدم دوم 45 میلیون دلار به ایران در قانون وام و اجاره پرداخت میکنن. همزمان برخی از شرکت‌های نفتی امریکا برای سرمایه گذاری در نفت ایران اعلام آمادگی میکنن. اما همزمان با اینی که اینا اعلام میکنن ما میخوایم بیام سرمایه گذاری بکنیم، اینجا بوده که در مصدق هم عضو اون مجلس بوده، مصدق مخالفتی نبوده با این، مخالفتی با این سرمایه گذاری نداشته، اما میدونسته اگر این امتیاز به امریکایی ها داده بشه بلافاصله روسا و انگلیس ها دوباره سرکلهشون پیدا میشه. برای ایجاد این موازنه منفی مجلس ایران با هدایت دکتر محمد مصدق تحت عنوان موازنه منفی از هر گونه واگذاری امتیاز خاص به خارجی ها جلوگیری میکنه. بعد از جنگ جهانی دوم که عرض کردم نمیخواستن اینها نیروهاشون رو بیرون ببرن، اولین خانم ها آقایان گوش بدید، این تاریخ، این سند، اولین معامله نظامی ایران و آمریکا اتفاق میفته. اونجا 45 میلیون دلار امریکایی ها به ایران پول دادن، یعنی اینا ندادن، شاه تونسته با زرنگی ازشون بگیره. در قدم دوم اولین معامله تسلیحات نظامی بین ایران و امریکا اتفاق میفته بعد از جنگ جهانی دوم، و اون چه در 30 خرداد 1326، یعنی 6 سال بعد از جنگ.
یه قرارداد 10 میلیون دلاری بین ایران آمریکا به چیز میرسه که رسمی میشه. ارزش این قرارداد 70 میلیون دلاره. کردن روس و انگلیس از ایران، قدم دوم 45 میلیون دلار به ایران داده، قدم سوم 70 میلیون تسلیحات نظامی به ایران داده به قیمت 10 میلیون. امریکا نداده، شاه گرفته با تدبیر. خب حالا در اولا در طول این سالها رؤسای جمهوری مختلفی آمدن، آیزنهاور آمده، کندی آمده، فورد آمده، نیکسون آمده، به حضورتون که جیمی کارتر اومده و شاه ایران با تمام اینها عرضم به حضورتون که ملاقات کرده و به اونجا رفته. چرا اینو شما استفاده میکنیم؟ ولی آخره عرضم به حضورتون. پس شنیدید، سه تا قدم اول رو شنیدید، حالا میریم به قدم بعدی میرسیم. در 14 مهر 1328، یعنی 8 سال بعد از جنگ، در 14 مهر 1328 کنگره ایالات متحده آمریکا قانون کمک به دفاع مشترک رو به تصویب میرسونه و 27 میلیون دلار کمک نظامی در اختیار ایران قرار میده. 1. متفقین رو بیرون کرده. 2. 1 وام 45 میلیون دلاری داده. 3. 70 میلیون تسهیلات نظامی رو داده 10 میلیون. 4. 27 میلیون نظامی مجانی به ایران داده. در 4 مرداد 1329 کنگره اصلاحیه‌ای به قانون دفاع مشترک افسود و ایران را از رده کره جنوبی و فیلیپین خارج ساخت. این رو توضیح بدم خدمتون. امریکا برای این کمک‌های خارجیش رده بندی داشت، هر کشوری رو به اصطلاح در یک رده جا می‌داد که این کشور می‌تونه اینقدر کمک دریافت بکنه. ایران در اون موقع در رده فیلیپین و کره جنوبی بود. در 1329 میاد یه قانونی میگذرونه، ایران رو از اون رده خارج میکنه و در ردیف ترکیه و یونان قرار میده و مجموعاً 131 میلیون دلار کمک نظامی به این سه تا کشور میکنه، ایران، یونان و ترکیه. این ایجاد رابطه ایران و آمریکا بوده. 1. متفقین رو بیرون کرده، 45 میلیون دلار وام داده، 70 میلیون تسهیلات نظامی رو داده به 10 میلیون، یه کمک کرده در اون طرح 131 میلیون هم. این 5 تا قدم اوله، اما یک قدم خیلی مهم دیگه هم برداشته. این رو امریکا بر نداشته، اشتباه نکنید. ایران با تدبیرش تا حالا تونسته این استفاده ها رو از امریکا بگیره. قدم بعدی این است که شاه میخواهد درآمد نفتی ایران رو 16% زمان رضا شاه به 50% برسونه. ما استخراج، وقتی نفتمون رو استخراج میکردیم، هرچی در میامد 84% مال انگلیس ها بود، 16% مال ایران بود. بعد که اون کنسرسیوم ایجاد شد، سهم ایران از درآمد نفت شد 50% و این با حمایت امریکایی ها اتفاق افتاد. اما انگلیس ها زیر بار این قضایا نمی رفتن و شروع کردن به دعوای با ایران و در این دعوا عرضم به حضورتون، اول اجازه بدید که چون داریم رد میشیم از چیز، سفر یعنی ملاقات های هاور و شاه با هم نگاه بکنیم، فیلمش رو آماده بکنید، ملاقات های آیزنهاور و شاه رو با هم ببینیم که اینها چه و همون آیزنهاوری که در زمان جنگ جهانی دوم اومد به ایران و حاضر نشد بره با شاه ایران ملاقات بکنه و شاه ایران مجبور شد بره تو سفارتخونه و شاه ایران رو پشت در نگه داشتن، به طوری که وزیر و اینها شاه ایران خیلی حالش بد شد، همین آیزنهاور و همون شاه بعداً چنین دیداری داشتن. پخش کنید لطفاً. President Giovanni Gronchi accompanies President Eisenhower in a review of the honor guard. Then into Rome,
bearing what he describes as a simple message from his countrymen. We want to live in peace and friendship, in a message applauded by the Italian people. 48 rewarding hours are ahead of President Eisenhower, starting from the moment of his arrival at Quirinale Palace, the official residence of the President of Italy. A series of conversations is held covering a wide range of international topics in which both Italy and the United States are interested. The Italian delegation is headed by Prime Minister Segni, along with the Foreign Minister Giuseppe Pella. Conversations are animated by an unwise through application of the principles of the United Nations Charter. They agree that increased free world participation in assistance to the less developed areas is necessary. پس از جهانی دوم تا ملیت نفت رابطه ایران و آمریکا اینی بود که بهتون عرض کردم. یکی متفقین رو بیرون کرد، ایران و آمریکا بود. حالا چه نوکری در این ماجرا دیده میشه و ایران چگونه نوکر بوده این رو خودتون، اما میرسیم به مسئله ملی شدن صنعت نفت. در اینجا آمریکا یا رو دست انگلیس ها رو میخورن. اجازه بدید بنده کمک بگیرم از آقای روزولت، کسی که معتقد در ایران کودتا که اولا بیاید کلاهتون رو قاضی بکنین و اون عبارت است از اینی که خانم آقایون، اگر یه سازمان اطلاعاتی آمده یه کاری کرده توی کشوری، چرا باید اینو تو بوق و کرنا بذاره؟ چرا؟ با خودتون فکر بکنید. چرا اگر امریکایی‌ها رفتن تو ایران کودتا کرد، مگه نمیگن 30 سال یه دفعه اسناد منتشر میشه؟ مگه اسناد 34 سال پیش مال انقلاب 57 رفتن آقای هایزر به ایران مسئله نیست؟ یک سند تا حالا 34 سال هم گذشته. خب اگر واقعا آمریکایی‌ها این کودتا رو کردن و اگر این کودتا بوده، چه آزار پیزی پهرو دارن آبرو خودشون تو دنیا ببرن؟ ولی با اینها نگاه بکنیم و بعد خیلی چیز ساده من میگم، بنده یادتون نره ضمن احترام فوق‌العاده به دکتر محمد مصدق عرض میکنم، کابینه مصدق بود که علیه شاه کودتا کرد. معمولاً کسانی برای گرفتن قدرت کودتا میکنن، یعنی شاه نمیتونه علیه نخست وزیرش کودتا بکنه. چرا؟ چون عزل و نصب وزیر بر اساس قانون اساسی در اختیار محمد رضا شاهه. وقتی من میتونم نخست وزیرم رو با یه حکمم از کار بندازم، اما نخست وزیری که فرمان شاه رو قبول نکرده، نپذیرفته، به اسم اینی که چرا این فرمان دو بعد از نصف شب به من ابلاغ شده، به اسم اینی که من توی این فرمان شک کردم، پس اگر دو بعد شب نبود و شک نمی کردی پس مسئله هم نبود، پس به اصطلاح خلعش مصدق درست بود، اما قبول نمی کنه، پیغام آورنده رو که مسیری باشه دستگیر میکنه. خب مملکت رو روالش بوده، شاهی بوده، نخست وزیری هم بوده، شاه نخست وزیر رو خلع میکنه، تا اینجاش که اشکال نداره، خلعش هم به وسیله نخست وزیر پیام آور رو زندانیش میکنه، اینجا عمل غیرقانونی اتفاق میفته و مصدق، اول ما باید ببینیم شاه میتونسته مصدق رو خلع بکنه یا نمیتونسته. قانون اساسی میگه میتونسته، وقتی میتونسته بس شاه کار غیرقانونی نکرده. در اینجا دو روز بعد آقای فاطمی در میدان بهارستان میاد رسما اعلام میکنه که آقا حکومت سلطنتی ملغا و رژیم و مجسمه شاه رو میارن پایین و رژیم جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری. خب پس این دولت بوده علیه شام کودتا کرده. اما انگلیسا قصد دارن توی ذهن همه مردم فرو کنن که این کودتا بوده، و حالا همین انگلیسی که مصدق اونها دشمن ایران میدونه،
میاد توسط آقای مسعود بهنود و چهار تای دیگه شخصیت برجسته ایرانی رو معرفی میکنه. اونا مصدقه. باید انگلیسی باشی تا معنی این حرف رو بفهمی. ساده ساده نمیشه فهمید. خب حالا انگلیس میخواد انگلیس از پس مصدق توی دادگاه الهه بر نیامده، میخواد به هر ترتیبی شده زیر پای مصدق رو خالی بکنه. آقای روزولت میگوید که من 1,000,000 دلار بردم به ایران، 1,000,000 دلار و 75,000 دلارشو بیشتر خرج نکردم. با 75,000 دلار حالا این 75,000 دلارم چیکار کردم؟ 1,000 دلارم دادم به یه عده‌ای برن تو خیابونا شعار بدن، شلوغ بکنن، مرگ بگن. کودتایی که گفته میشه اینه، سر و تش اینه. در حالی که بسیاری از اطرافیان مصدق مخالف عمل مصدق بودن، ریاحی مخالف بود، رئیس ستاد ارتش اینا مخالف بودن و اینها بودن که زمینه سقوط مصدق و بازگشت شاه رو فراهم کردن. بله آمریکایی‌ها این کارو کردن. آمریکایی‌ها 75,000 دلار پول رفتن به اهالی کوچه و خیابون هم دادن، ولی نقش اون توی این اتفاق 1 به 100 بوده. حالا ببینیم این آقای روزولت چی میگه. خوب دقت کنید خان بی بی سی. آقای چرا راجع به این موضوع اصلا شما برید، اگر این موضوع رو تو تمام این سایت بی بی سی دیدید، من هرچی شما گفتین قبول میکنم. میگوید که آقای ارزم به حضورتون روزولت داستان چگونگی کودتا و سقوط حکومت دکتر مصدق را به طور مشروع توضیح میدهد و میگوید CIA پس از تبادل نظر سیها گوش بدید. بله ملاحظه کنید خانم آقا، یه دقیقه بیا تو بعد برو تو این دوباره این نگر دار. چند سال قبل ولت در جریان جنگ جهانی اومده ایران، توی سفارتخونه است، به دیدار شاه نمیره. شاه رو میکشن تو سفارتخونه، پشت در این اتاق نگرش میدارن که شاه خیلی ناراحت میشه. چند سال بعد آقای روزولت شاه رو دعوت میکنه به ایران، به آمریکا، ازش استقبالی میکنه. The next stop, Tehran. Through the freezing morning air, a motorcade passes the 10-mile route from the airport into the city, allowing countless Iranians a glimpse of the visitor. ببخشید من اشتباه کردم، این سفر آیزنهاور به ایرانه بعد از جنگ جهانی دوم. In the Shah's palace, the American president has a private talk with the Shah, His Imperial Majesty Mohammad Reza Pahlavi. The visitor is to praise the fortitude and spirit of independence of the people. In his speech, he is to voice the respect he bears the people who are his hosts. Says he, I know I speak for the American people when I say we are proud to count so valiant a nation as a partner. On travels the American chief of state, with vivid recollections of the 6 countries already visited. خب حالا گوش بدید به اظهارات آقای روزولت. سیاه پس از تبادل نظر با انگلیسی ها تصمیم به سرنگون کردن دولت مصدق گرفت. ما اوضاع ایران را از سال 1952 مورد میتونیم، اگه ادامه فیلمو میتونیم بذارین، سال 1952 مورد بررسی قرار داده بودیم و انگلیس ها، خانم ها آقایان گوش بدید، این رو آقای روزولت داره میگه، انگلیسی ها از مدتی پیش از آن تاریخ در زمینه پیشنهاد کودتا در ایران با ما وارد گفتگو شده بودند.
یعنی پیشنهاد کودتا از مدتی قبل توسط انگلیسی ها به اونا داد. یعنی در سال 1952 موقعی که سفیر کبیر انگلستان از ایران اخراج شد، در آن موقع در حدود 2 سال بود که مصدق حکومت میکرد. وی طی این مدت موقع خود را در محکم کرده و به تدریج قدرت و نفوذ شاه را تضعیف میکرد. مصدق با ملی کردن 1 میلیارد دلار دارایی شرکت نفت ایران و انگلیس خشم و غضب قدرت برانگیخته بود. دولت‌های انگلیس و آمریکا توافق کردند که مانع صدور نفت ایران شوند. بررسی درباره تهیه و اجرای طرح کودتا زمانی آغاز شد که نمایندگان شرکت نفت ایران انگلیس با توافق دولت انگلستان با ما تماس گرفتند. آنها در لندن در زمینه بحث درباره کودتا با من وارد گفتگو شدند. من به آنها گفتم آقایان نمیتوانم در این مورد با شما مذاکره کنم، من اجازه ندارم. ولی آنها طرح خود را مشروع برای من توضیح دادند. طرح جالبی بود با جزئیات و خصوصیات. پس خانم آقایون بله، بریم چند آگهی رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتون برنامه رو ادامه میدیم. پس کودتا، کودتایی که میگن پیشنهاد انگلیسا بود، اینایی که میگن مصدق انگلیسی بوده، این همون داستان رضا شاه حالا سر مصدقه که مصدق انگلیسی بوده. و بعد هم کی بوده؟ نفت ایران و انگلیس. یعنی اون واقعه 28 مرداد 32 محصول فکر نفتی ها بوده. به این ترتیب ملاحظه کردید که انگلیس ها آوردنش، دیدید احمدشاه حقوق بگیر انگلیس ها بوده، اومده انگلیس ها رو از مملکت بیرون کرده، آلمان ها رو آورده، بعد انگلیس ها حمله کردن به ایران به عنوان متفقین. محمد رضا شاه میاد از وجود امریکایی ها استفاده روسو از مملکت بیرون میکنه، شروع میکنه از اینا وام بلاعوض گرفتن، نظامی رو ارزون قیمت خریدن و شروع میکنه به بازسازی مملکت تا میرسیم به ملی شدن صنعت نفت. در اینجا آمریکا برای اولین بار روی میخوره، روی دست انگلیس ها میخوره. حالا چرا؟ بهتون بگم. اگر این اتفاق نمیافتاد، یعنی اگر این آقای روزولت ایران همین اتفاق میافتاد، در حقیقت امریکایی ها با اعزام روزولت به تحریک انگلیس ها خواستند جریان و روند طبیعی مملکت رو در ید اختیار خودشون بگیرن. چرا؟ حالا بهتون توضیح عرض میکنم. در زمان مصدق در 1332 توده ای ها بودند که مملکت رو در اختیار گرفته بودند. این توده ای ها بودند که فاطمی رو بردن بهارستان اون سخنرانی رو انجام داد. این روسا بودند که جلوی طلای ایران رو گرفتن و وضع مردم به حد شرایط بسیار بدی مثل امروز، تحریما رو دیدین؟ مثل امروز شرایط مردی مردم فقر داره بیداد میکنه، دولت قادر نیست کنترل بکنه، کما اینکه دیدید که در هنگامش بسیاری از دوستان مصدق مصدق رو رها کردن و رفتن طرف محمد رضا شاه. این اتفاق خواهی نخواهی میافتاد. هوشیاری انگلستان باعث شد که از امریکایی‌ها استفاده بکنه، یه مارک کودتای آمریکایی روی 28 مرداد بزنه. این حرفا هم اولین باره داریم میشنوینا. انگلیس‌ها از آمریکایی‌ها استفاده کردن، یه مارک کودتای آمریکایی به روند طبیعی حوادث و شما اگر حوادث 25 مرداد تا 28 مرداد 32 رو بررسی بکنید، میبینید مملکت آشفته است، به هم ریخته، آجر رو آجر بند نیست. این اصلا ربطی به روزولت نداره. خود ازم به حضورت ات مالی مملکت رو به لبه پرتگاه رسونده. به هر حال این اتفاق میفته. اما مصدقی که نخست وزیره، مصدقی که من نمیخوام وارد این موضوع بشم بلکه این موضوع خودش یه داستانه، یه برنامه کامله، مصدقی که وزیر امور خارجش آقای فاطمی آمده ختم رژیم رو گرفته، مصدقی که فرمان شاه رو قبول نکرده،
ایشون در یک دادگاه رسمی محاکمه میشه. البته خیلی دادگاه به نظر من بسیار آبکی بود، اصلا این دادگاه برگزار نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد و مصدق از خودش یک قدرتی در اون دادگاه نشون میده. بعد هم ایشون در احمدنژاد ملک خودش میمونه، با فرزندانش ارتباط داره، دوستانش و فرزندانش به دیدارش میرن، البته تحت نظر. بعد هم که ایشون فوت میکنه، من خودم در روزنامه آگهی ختم ایشون رو دیدم که نوشته بود دکتر محمد مصدق نخست ایران داره، در صفحه اول روزنامه دیدم که همچه آگهی هم چاپ شده. خب آقایون رفتارشون با موسوی و کروبی چجوریه؟ آقای پسر مصدق، دوستان مصدق، مگه مصدق با همه تون مکاتبه نداشت؟ مگه هر کدومتون میخواستین برین احمد آباد نمیرفتید او رو ببینید؟ مگه کسی به ملک مصدق تعرض کرد؟ ملکش رو مصادره کرد؟ مصدقی که فرمان شاه رو قبول نکرده، بسیار مرد وطن پرستی هم بوده، انقدر وطن پرست بوده و انقدر آدم درستی بوده که حتی یک بار به شاه توهین نمی کنه، یک بار و متقابلا شاه حاضر میشه به خاطر خواسته که هیچ کدوم از شما نمی کنه تمام خانوادهش از ایران تبعید کنه. شاهی که یه بار باباشو تبعید کردن، حالا خواهر و مادر میذارن تبعید میکنن، اینم قبول میکنه. خب نمیخوام وارد زیاد بحث. بعد از 28 مرداد 1332 روابط ایران و آمریکا آرام آرام شکل میگیره و در اینجا یک اتفاقی میفته و اون این است که ایران این بحث اوپک رو پیش میکشه. همه چیز از اونجا آغاز میشه، یعنی مقدمه سقوط شاه در عرضم به حضورتون که جریان اوپک شکل میگیره، چون اوپک رو ایرانی ها درست کردن. محمد رضا شاه پهلوی عنصر اصلی اوپک بود و اوپک رو محمد رضا شاه درست میکنه. در سال 1336 قرارداد مودت ایران و امریکا به تصویب مجلس شورای ملی میرسه و ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از ایران دیدار میکنه. این سفر میشه محمد رضا شاه به امریکا بیاد. نکته، تمام این اتفاقاتی که در یعنی رابطه ایران و امریکا میفته، امریکا نسبت به هیچ رهبر جهانی تکریم و عزتی رو که به محمد رضا شاه میگذاره نمیگذاره. و بعد از اون جان اف کندی میاد کاخ سفید. حالا اینجا هم گفته میشه که جان اف کندی به شاه آورد که بیاد و اصلاحات رو در پیش بگیره. نه، جان اف کندی میخواست قاجاریه رو به ایران برگردونه. جان اف کندی اصرار داشت که علی امینی بیاد نخست وزیر بشه، توی مقطعی هم شاه میپذیره. ولی بعد هم یه چیزی شما یادتون نره، شما یه موقع انتظارات حیرت انگیزی دارید از یه مملکتی که پادشاهش حقوق بگیر انگلیس بوده، حالا توقع دارید مقابل آمریکایی‌ها وایسه، مقابل انگلیس‌ها وایسه، مقابل فرانسوی. با چی؟ با کی؟ با شماها؟ با من؟ با ماها؟ ببین سر پسر شاه دارین چی در میارین؟ ببین با این دارین چیکار می‌کنین؟ تازه تو غربتین. عرضم به حضورتون دیدار محمد رضا شاه و جان اف کندی. نگاه بکنید جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا چه عزت و احترامی میگذارد به پادشاه ایران، یک کشور عقب مانده جهان سومی. در اون موقع هنوز پول نفت خبری نیست، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده، اما شاه از خودش تدبیر نشون داده. پخش کنید لطفا. Your Majesty, I speak on behalf of all Americans in welcoming you to the United States. The interest of both of us is the same, to maintain our freedom, to maintain our peace, and to provide a better life for our people. That is the purpose of your visit, to how we can jointly concert that effort. Mr. President,
It's a most pleasant opportunity for the Empress and myself to be able, thanks to your very kind invitation, to visit your great and beautiful country. Today the name of America has a magic meaning for the most distant communities of the world. I bring with me the heartfelt for the happiness and prosperity of your great and noble nation. از اینجا به بعد که بعد هم منجر به انقلاب ارزم به حضورتون سفید در ایران میشه و بعد هم اوپک اتفاق میفته، اینها مجموعش باعث میشه ایران از اون سطحی که بوده بیرون بیاد و بتواند شروع میکنه ایران به خرید تسلیحات نظامی. یک از ارزم به حضورتون که در مورد نمیدونم حالا این فیلم کجا باشه، ولی مصاحبه شاه میکنه که من دادم اینو ترجمهش کردن. در این مصاحبه شاه مستقیما راجع به امریکایی ها حرف میزنه، راجع به انگلیس ها حرف میزنه و دیگه کارش به جایی رسیده که دیگه از محدوده ایران بیرون میاد. تا اون زمان یه اتفاقی افتاده بوده، بهتون بگم. وقتی که کارخانجات اسلحه سازی اسلحه میسازن، کارخانجات اسلحه سازی، اینا رو باید طبق قوانین ایالات متحده به کشورها بفروشن. کشورها نزد آمریکایی‌ها رده بندی شدن. به عنوان مثال بنگلادش نمیتونه بیاد F-14 بخره، اصلا نمیتونه به امریکا معامله بکنه. به چند دلیل. یکی اینی که عرضم به حضورتون امکاناتشو نداره، بودجهشو نداره و از نظر ثبات تو اون درجه نیست که اسلحه هایی بهش بفروشن که سرنوشت سازه. امریکا اسلحه هاش رو، کارخانجات اسلحه سازی امریکا اسلحهش رو و تجهیزات نظامیش رو به یک سری از کشورهای مشخص میفروشه. اون کشورها مثال F-14 میفروشه. وقتی F-15 اومد یا F-16 اومد یا یک هواپیمای مجهزتر آمد، اونایی که این F-14 رو دارن میفروشن به یه سری کشورهای دیگه و به جاش اسلحه جدید میخرن. ایران کشوری بود که اسلحه های از رد خارج شده رو میخرید، چون چیزی نداشت، ارتشی نداشت. در این دوره ایران میتواند اسلحه هایی رو بخره، یعنی میاد جزء ردیف کشورهای اول، یعنی مستقیما بیاد سلاح بخره از کارخانجات اسلحه سازی، سلاح‌های مدرن و برون، و البته افزایش قیمت نفت هم به این ماجرا کمک میکنه. در این دوره آقای جانسون میشه رئیس جمهور آمریکا. آقای در دوره آقای جانسون روابط ایران و آمریکا کماکان به همین صورت پیش میره. حالا دیگه ایران از رده آرام آرام داره از رده کشورهای کمک گیرنده خارج، یعنی کشورهای فقیر بدبخت صدق بگیر خارج میشه. ملاقات ایران، ملاقات شاه ایران با پرزیدنت جانسون. میدونم صدا نداره. ملاحظه بفرمایید که چگونه از شاه ایران در آمریکا استقبال میکنه. و این هم باز اونایی که تو وزارت خارجه هستن میدونن رؤسای جمهور مختلف، اینی که رئیس جمهور هستن، اینها همه رئیس جمهور محسوب نمیشن. یعنی باز حالا من بنگلادش رو مثال میزنم، رئیس جمهور بنگلادش اگه بیاد ازش همچین استقبالی نمیشه. اون استقبال ها اونها هم درجه بندی است و رده بندی شده. بعد از جان میرسه زمان به آقای نیکسون. آقای نیکسون از کسانی است که حتی گفته میشه، خوب گوش بدید، گفته میشه که شاه ایران در انتخاب نیکسون و بعد فورد تأثیر بوده.
آقای نیکسون می شود رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور آمریکا، و بعد ملاحظه بفهمید میره به ایران، ملاقاتی با در ایران اتفاق میفته. Respects to one who was a friend for over 30 years and a loyal friend and ally of the United States for that period. However, I do appreciate the opportunity this visit provides to pay a tribute at this time to President Sadat. Courage and statesmanship. این سفر پرزیدنت نیکسون به ایرانی این سفر بود که بنده که یک نوجوان بودم دیدم پرزیدنت امریکا این جمله رو گفت. اگر به آرشیو مراجعه بکنید در آرشیو فاقی به اون صورت نمیفته. اوج مناسبات ایران و آمریکا، مناسبات دوستانه ایران و آمریکا در این دوره است. سفرها داره انجام میشه، ویزا داده میشه راحت به ایرانی ها و تمام این نوکری شاه درباره آمریکا. یا چند تا مطلبه، یکی اینی که ایران از امریکا اسلحه میخره. ما تو برنامه‌های گذشته نشون دادیم که این اسلحه ها چقدر به درد ایران خورد. ایران مستشار امریکا. خب وقتی F-14 میخری میخوای حسن علی بقال بیاد به ما یاد بده. ما چجوری میخواستیم؟ ما یادمون نره که زمان قاجاریه و اون داستانا. خب بالاخره مستشاره باید بیاد یاد خلبان ما بده. پس اینی که تونسته کارشناس بیاره، معلم بیاره، پس اینم کار بدی نبوده. یه مورد دیگه هست که امریکا از ایران استفاده میکنه. این مورد اعتراض اینجاست. نفت دستگاه جاسوسی و رادارهای جاسوسی در ایران نصب میکنه که بعد از انقلاب اینا هم جمع میشه میره برای تحرکات ارزم به حضورتون که روسا. این دستگاه های اطلاعاتی اونجا نصب بوده که از ارزم به حضورتون که الان هم تبدیل به ماهواره شده، دیگه احتیاجی به این دستگاه زمینی نیست. قشنگ ماهواره‌ها کارشون رو انجام میدن، از جمله اینکه دیدیم امریکایی‌ها دارن حرفای رئیس جمهور آلمان رو شنود میکنن. ملاقات دیگری از نیکسون. بلا غیرتن جوونا، دوستان من، هموطنان من، یک آن با خود نگردید فیلمو، یک آن با خودتون فکر بکنید
چند سال قبل رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور شوروی به ملاقات شاه ایران نمیرن. شاه بلند میشه میره تو سفارت پشت در اتاق نگرش میدارن. چند سال بعد رئیس جمهور امریکا وارد ایران که میشه اینجوری با شاهتون داره قدم میزنه. این در اصل آقای احمدی نژاد میره با رئیس جمهور نامیبیا، ماشو عکساشو دیدید دیگه، چقدر تو دادار دودور میکنه. آی مردمی که الان تشنه ی روابط ایران هستید، خب یه آدمی اومده این همه پول مفت گرفته، از اسلحه ارزون گرفته، مجهزترین مدرنترین اسلحه ها هم گرفته، یه همچین احترامی خودش پیدا کرده، ملت هم پیدا کرده، اون وقت حقش بود بگیم مرگ بر شاه. ادامه فیلم هاشون بگیم. این دوره البته من اگه اون موقع تلویزیون داشتم، کانال یکم بود، میومدم میشستم اینجا و گفتم آقا اونجا پرچم ملی آمریکا رو گذاشتین، اونور بعد پرچم شیر و خورشید میذاشتین، خدایش بگم حالا شاه هم هست، دوستش هم داریم، خیلی هم خدمت کرده. حالت بادم جون دور قاب چی میدونی، ماها دیگه همش هم که شاه نیست، همه کما اینکه همه پیشرفتا مرهون شاه نیست، همه پسرفتا مقدم نیست، این کارا دیگه کارای آدمایی است که کوچولوان، آدمای کوچولو. ولی این شوقی که پدید اومده تو ملت ایران که اوباما جون و آقای روحانی جون با هم تلفنی صحبت کردن، ببین ما رو از کجا به کجا رسوندن. اینی که میگم سطح توقعات رو شما پایین میارید، ایران و آمریکا در زمان نیکسونه، اما بعد از نیکسون جرالد فورد میاد. از اینجا چند تا اتفاق شروع میشه. اولیش مسئله نفته، دومیش آرشیو امنیت ملی آمریکا. اینو فقط شماها نمیبینین ها، این دوستان آمریکایی که نشستن دارن میبینن، به ما گاهی اوقات اطلاع میدن که آقا دیدیم، حرفی نمیزنن خدایش، ولی میگن دیدیم، حالا برای که اونا هم ببینن. آرشیو امنیت ملی آمریکا روز 25 دی 1387، 14 ژانویه 2008، 5 سال قبل، اسنادی را پس از سیر کرد که نشان میدهد جرالد فورد و جیمی کارتر رؤسای جمهوری وقت آمریکا در این دهه از احتمال دستیابی ایران به بمب اتمی نگران بودند. اسناد تازه نشان می‌دهد، یعنی نگران زمان شاسا، این نگران مال دوره شاس. اسناد تازه نشان می‌دهد که در جریان مذاکرات اتمی ایران و آمریکا در دهه 70 میلادی محمد رضا شاه دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای را حق مسلم این کشور میدانست. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این مال احمدی نژاد نیست، مال خامنه‌ای هم نیست، این مال محمد رضا شاه است. و بمب اتم، من صراحتا اعلام میکنم محمد رضا شاه قربانی دو هدف شد، یکیش بمب اتم بود. استدلال محمد رضا شاه از سالها پیش در برنامه غنی‌سازی گفتم، آرام آرام شروع کرده بود پازلا رو هم کرده بود. مثلا به عنوان مثال بذارید براتون بگم، مثلا این خودکشی، این بمب اتمه، در رو به یه جا اوردر داده بود، نوکو به یه جا اوردر داده بود، جوهر به یه جا اوردر داده بود، اینا
جزئیات بود، داشت نزدیک هم میشد، شاه باید میرفت. و استدلال شاه همی بود. افغانستان بمب اتم داره. آقا بمب اتم در همین مصاحبه‌ای که ما ترجمه کردیم، شاه اشاره میکنه به و به این که شاه معتقد به خلع سلاح جهانی بود، اینو بهتون بگم، ولی میگفت حالا که خلع سلاح نمی کنید ما هم حقمونه که بهترین باشیم. و بابت همین ملتش وایستادن گفتن مرگ بر شاه. خب اما این یه علتش بود. علت دوم چی بود؟ در سال 52 اوپک و ایجاد شد، یه کشورهای صادرکننده نفت اوپک خلاصش. یک باره درآمد ایران از 500 میلیون رفت به میلیارد دلار. اصلا حالا یه همچین مدیریتی در مملکت وجود داره؟ زمانی که دو سال این پادشاه بدون مملکت رو به اونجا رسونده، حالا این پول دستش بیفته چیکار میکنه؟ شاه شروع کرد یک سری کارهای عظیم عمرانی کردن. روز زیاد شده بود دیگه. غرب آمد یه حقه‌ای زد. چی کار کرد؟ آمد گفت خیلی خوب، شما نفتتون رو گرون میکنین؟ باشه، ما هم جنسامون رو گرون میکنیم. شما نفتتون رو کردید 4 برابر، ما گندممون رو میکنیم 8 برابر. شما مجبورید ما گندم بخریم. در نتیجه شاه اینجا آمد و این آدم برای اولین بار در تاریخ یه تزی رو مطرح کرد. اون چیز رو آماده بکنید، اون مصاحبه هم من و تو رو. شاید یه تزی رو مطرح کرد. این تنها کسی بوده که توی دنیا این تز رو مطرح کرده. میدونید این تز چی بود؟ خب آقا ما وقتی نفتمون رو گرون کردیم، شما هم شروع کردین قیمت نفت، قیمت جنسات کردن. حالا ما یه فرمول تازه پیشنهاد میکنیم. شاه دیگه نمیخواست قیمت نفت رو گرون کنه. گفت اوکی، ما نفت دیگه گرون نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ قیمت نفتمون رو ارتباط میدیم با کالاهایی که میخوایم ازتون بخریم. مثلا گندم رو بهش قیمت میدیم. A شد A پلاس، نفت ما میشه A پلاس. در نتیجه این حفظ میشه. به این گزارشی که تلویزیون من و تو تهیه کرده، البته از همشون هم اجازه میگیریم، خواهش میکنم دقت بکنید، چند لحظه است. For people who live in the oil, the high price of oil means an opportunity which may never come again. The chance to move backward nations out of the past and into the 20th century. In this village in Iran, OPEC spells hope from a national income of about $600 a year for every man, woman and child. But the village of Fasham and Iran are beginning to change. The Shah wants to make Iran a modern industrial country by the turn of the century. He has only one way to raise the money. Get a high price. To build this country, which was in a full period of decadence, 400 years, we have got to work 3 times, 4 times as hard as other people. And our present major source of income is oil. It's true that when we started to defend our interests, the price of commodities also rocketed several 100%. But this cannot continue. If you increase, we increase. If we increase, you increase. We have got to find some solution for this. I am ready to link the price of oil to the price of other commodities. You go up, we go up. You go down, we go down. So why don't you also envisage that we have to buy... من حاضرم قیمت رو برگرد اونجایی که این جمله رو میگه. من حاضرم قیمت نفت رو به قیمت‌های کالاهایی که مورد احتیاجمونه گره بزنم. این سر سقوط شاه بود. حرف خطرناکی زده بود. من حاضرم که قیمت نفت را به اجناس دیگر گره بزنم. آقایان، کلید سقوط شاه تو این جمله بود، چون بسیار خطرناک بود. شما تصورش رو بکنید، اگر چنین فرمولی ایجاد شده بود، نه تنها ایران
از کشورهای جهان سوم تبدیل به قدرت می‌شدن. گفتگو نگاه کنید. Price of oil to the price of other commodities. You go up, we go up. You go down, we go down. But don't, why don't you also envisage that we had to buy wheat four times the price? We used to buy wheat for less than $60 a ton. We bought wheat for $245 last year. We used to buy vegetables much less than $100 a ton. We bought it up to $1,200 last year. These kind of questions are completely one-sided, just to demonstrate that the price of oil is expensive. I will ask you the question once more. If it was expensive, you would have already found new substitutes. Many people in Britain, some of them cold, some of them quite poor, tells what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Are you, does it in any way serve your interests to make a British economy suffer? Why against? First of all, it's not British economy. If you want to say it should be the world economy. And this is not against, we're just defending our chips. Because for... خانم آقایون، نگید مرگ بر آمریکا، نگید مرگ بر این اون، نگید مرگ بر جمهوری اسلامی. یه مرد تو خاورمیانه وایت پیدا شده، ببین چجوری داره با خبرنگار انگلیسی حرف میزنه. ببین نگاه کن. آخه این معذرت میخوام، چاله میدون که نیست که. جمهوری اسلامی فکر کرده دنیا چاله میدونه، تدبیر و سیاست و مدیریته. آقا به حرفای این آدم گوش بدید، این نوکر انگلیس هاست، این آدم نوکر آمریکا هست. پخش کنید لطفا. If you want to say anything it should be the world economy. And this is not against, we are just defending our chips. Because for such a long time we have just been exploited, I can say that. We separate oil from politics. And in addition to this, has there been from the United States to keep this oil rise down? Oh, a lot. What would they like to see, or what would they find acceptable? Nothing. They would like to expect us not to rise the price of oil when they themselves increase the price of steel, for instance. See any circumstances in the near future under which you would reduce? جان من، آقای خامنه‌ای، تو میدونی قیمت دوم یا وارداتش چقدره؟ مثل که غربی ها رو شما فشار گذاشتن، میگه خیلی زیاد، ولی ما داریم کارمونو میکنیم. شما به این آدم گفتید مرگ بر شاه، شما شدید زبان انگلیس، زبان آمریکا. دو تا اتفاق افتاده، ایران داره صاحب بمب اتم میشه در 1975 و علاوه بر این نفت رو داره از نفت به عنوان یک سلاح قدرتمند استفاده میکنه و نظام جهانی رو به هم میزنه. شاه باید برود، آقای جیمی کارتر سر میرسه. آقای جیمی کارتر میاد و با یک سیاست دوگانه، ببینید خیلی ساده براتون بگم، هنوز شماها، ماها، یعنی شما که میگم یعنی همه ما، این تصویر رو نشون بدید لطفا. اینجا شاه از کارتر رو دست، شما هیچ صحنه دیگری پیدا میکنید در ملاقات های شاه که گیلاس مشروب دستش باشه و بلند کرده باشه؟ محاله. در این صحنه میبینید کی؟ در آستانه انقلاب اسلامی. یعنی این صحنه سند میده دست معترضین انقلابی که آقا شاه داره عرق میخوره. ببین تا کجای قضیه فکر شده. حالا معترضین راه افتادن تو خیابون، به شاه میگن مرگ بر شاه. دقت کنید، میگن مرگ بر شاه امریکایی، مرگ بر امریکایی ها.
میگن آقای پرزیدنت میره ایران برای اولین بار یک رئیس جمهوری در شب کریسمس خارج از آمریکاست و در اونجا اعلام حمایت میکنه از شاهی که هیچ حمایتی ازش نمیکنه. کاری که انگلیسی‌ها راجبه مصدق کردن این 6 تا شخصیت. خوب گوش بدید، انگلیسی‌ها اومدن گفتن آقا شخصیت برجسته مصدق، خودشون بابای مصدق رو در آوردن. اینجا آقای کارتر از اون ور رو میفرسته ایران بدون اطلاع شاه که جلوگیری بکنه از کودتای احتمالی افسران، از اون ور تسلیحات لازم برای مقابله خیابانی به اروپا اجازه نمیده که به ایران بدن، از اون ور میره گیلاس مشروب دستش میگیره و میگوید که ما از شاه ایران حمایت میکنیم، در حالی که همه میدونن چه نقشی داشت در و سند میده دست اعتراضیون و انقلابیون که آقا نگفته بودید شاه امریکاییه، بفهمه کارتر گفته ازش حمایت میکنم، اینم لیوان عرقشون. سیاست یعنی این. چی میتونه با این مقابله بکنه؟ این که هر ایرانی احساس بکنه وجود داره، هست. من چرا هیچ وقت هیچ کشوری نمیبندم؟ میگم ملت ایران خودش باید قدرت خودش رو به دست بگیره. در جریان انقلاب ایران که فشار آقای یه سوال خیلی ساده، آقا حقوق بشر که حقوق بخش بشره، کارتر هم که دموکرات، بیل کلینتون هم دموکرات بود، اوباما هم که دموکرات، حقوق بشر در زمان محمد رضا شاه بیشتر نقض میشد یا در دوره جمهوری اسلامی؟ چرا کارتر اینقدر فشار حقوق بشر؟ چرا؟ برای اینکه زمینه آماده بشه، بستر آماده بشه. زمینه و بستر که شاه رو میاری اینجا تو حیات کاخ سفید، بعد تظاهر کننده ها بیان، اینقدر چرا گاز اشکاور پرت میکنین؟ یادتون باشه روز ما فرداست، فردا روشن است. یادتون باشه ایران نه مرده نه میمیره. یادتون باشه ما رخت اسکندر رو چنگ بیرون دادیم. یادتون باشه از حمله مغول یادتون باشه تاریخ ایران مملو از این نشیب و فراز هاست. یک بار دیگه طلوع خورشید رو با همه زیبایی هاش ملت ایران در پناه جمله گران قدر ما هستیم حس خواهد کرد. منتظر گرمای خورشید باشید. تاریخ و جامعه ایران با رضا شاه متولد نشد که با محمد رضا شاه تموم بشه. رضا شاه ها و محمد رضا شاه های بسیاری در جامعه ایران وجود داره که قد علم خواهند کرد. تردید نکنید، به شرط اینی که شما همچنان باشید. روز روزگار بر همتون خوش. ممنونم از سحر، ممنونم یکی صفر نشد، ممنونم از آرش، ممنونم از آقای باقری، ممنونم از تک تک شمایی که نه یکیش هم یاری بود، تک تک شمایی که با ما همدل هستید، همراه هستید. دوستتون دارم. اگر مسیحی هستید، اگر کلیمی هستید، اگر بهائی هستید، اگر مسلمان، دوستتون دارم. اگر روحانی هستید، اگر پاسدار هستید، اگر بسیجی هستید، اگر جمهوری خواه هستید، اگر سلطنت طلب، مگه ایرانی نیستید؟ به این دلیل شما رو دوست دارم. روز روزگار بر همتون خوش.
Mikä sun tehtäväsi? En mä tiedä. Annatko sä kukkia saahittarelle? Oletko sä nähnyt häntä koskaan aikaisemmin? Telkärissä lehdessä. Ahaa. No jännittääkö sua? Welcome to our artifact. Small girl. Her name is Eya. Her parents are working in the factory. May I introduce to your majesty? This is my wife. It's quite an old design. Will we see the way they do it today? Yes, if we have time. Yes. How much time does it take? Well, that was 3 minutes for it, showing the design. Joo, meillä on vielä noin parikymmentä minuuttia aikaa. Parikymmentä minuuttia? Joo, kaiken kaikkiaan. Joo. Majesty, we wished you to take a small souvenir from your visit to our factory, and it's made by Tony Moana, one of our best artists. Thank you very much. If we may send that up to your the president's house. Thank you very much. It's very beautiful. I'm only sorry that I could not visit the art department. Yes. Well, this particular artist is not here now. She is on. But she will be very happy to tell her that we have. Please thank her on my Nyt on kuitenkin semmoiset rinsit nähtävänä, että nyt pitää nähdä. Hinnasta mistä hyvää, vähän maksuvatkin suovat meiltä Otto, niin myö maksetaan ja katsotaan. Ootteko työstä rokulissa tällä hetkellä? Ei olla. Ei. Anteeksi, ommo lommo. Näin ilman pakettia. Näin naisille, joo. Mä viestiä. Toivotteko te, että hän tulisi tähän? Katsotaan tapahtuuksi. It's amusing, I haven't seen this book before. You have not? No. You should have it, I think. Ja tähän on kerätty kirjaston Persiaa käsittelevä kirjakokoelma. Montako teosta tässä on? Tässä on esillä 18 teosta. Oli erittäin miellyttävää havaita, että he huomasivat tämän verrattain suppean ja vaatimattoman näyttelymme. Mitkä kirjat tästä ovat poissa, sellaiset kirjat, jotka ovat kirjastoon? No, tässä nyt on esimerkiksi tämä Niru Mandin Shahin Persia, meillä olisi ollut, mutta sitä emme panneet esille siitä syystä, että siinähän on aika voimakasta Shahia vastaan esitettyä kritiikkiäkin. Halusimme olla kohteliaita. Sitten meillä on Koranista parikin laitosta. Aioimme aluksi panna ne esille, mutta koska on vähän epätietoista, miten he suhtautuvat tällaisen heidän pyhän kirjansa esilläoloon kirjana kirjojen joukossa, jätimme senkin pois. No, eivät ole vielä antaneet kuskille tuliaisia. No, ei ole vielä kuskille antaneet tuliaisia, mutta kuvassa, oltu valokuvassa ja minusta tuntuu, että
he on ollut kovasti sitä mieltä, että pitäisi minun nimellä käymään Persiassa sitten. Että kyllä he on siellä kahvit tarjoaa, kyllä. Sittenhän se jo kannattaa. Minä ostin jo kukkia valmiiksi. Meinaatteko päästä ojentamaan? Varmasti. Minä menen vaikka kuinka syvälle, että minä pääsen sen luokse. Siellä on aika kova edes turvallisuuspoliisi. No, kyllä se läpi laskoo meidät, kun me kaunisti pyyvettä. Minkäs takia te olette hänestä kiinnostunut? Minä kun olen kiinnostunut ollut koko sen elämästä, niin kauan kuin se on ollut. Mitä olen lukenut kaikki sen elämäkerran. Ahaa. Mitä sitä tiedätte Persiasta? No en minä nyt Persiasta, mutta siitä saalista minä olen ollut. Saalista olette ollut kiinni. Minä olen joskus ollut rakastunut siihen nuorena. Katsos kuinka korkea alla mennee ja laulelee. Lempeällä laulullansa korkein takittelee. Tämä keväällinen vasa ja tästä. Kuka täällä nyt uhtautuu tämän? Miten? Hyvä kävijä. Ei mitään. Vai onko? Joo, ne on täältä mitään. Joo. Tuolla meillä on oikea lappalaisuus. Aha. Joo. Apio. Apio. Olette te veljeksi? Mitä olette? Kyllä tapunaan tulee. Tää. Jaa. Noin pitkä mies hyvin sopii. Ja tänne ylös. Tää on sitten kuvaajille. Kun mä karkustan ja katsomassa, niin mä oon kovia poroajuria, ne ajaa pikkuporolla ja... Nää pojat? Niin, mutta se luottikin liiaksi itseasiassa tämä poika, ei pannut oikein kätten kiinni ja vasa nykäsikin kumhoon ja pääsi irti ja meni tuonne metsään, ettei kun karha katsoo juhtu. No mitäs prinssi sanoi? Kyllä prinssille oli naurusaatuin, oli se lehdessäkin kuva siitä just, kun se oli niin hymyili kauheasti. No tänään meni paremmin sitten, kun ei. Joo, ei päässyt nyt poroja, pantti rautakankkeen kiinni. Niin, ja vähän se oli se vasa sotkeutunut kyllä. Joo, vasa oli sotkeutunut kiinni, ettei ollut... Olisi tarttunut heti puuhun, jos mettäkin. Pojathan on sitten tottunut näiden kuninkaallisten kanssa hääräämään. Joo, on juuri. Joka kissauksessahan on tällä sitten poro. Niin. Niin ne teiltä aina tilataan sitten. Joo. Tämä liike elämänä meidän puolta.
به مدت محدود همکنون می توانید فقط با پرداخت مبلغ 439 دلار آمریکا و بدون پرداخت ماهیانه به 800 کانال تلویزیونی و صدها شبکه رادیویی با اشتراک نامحدود دسترسی داشته باشید.